سلام به همه. بیاید روزقال باشیم. هر یکی ما حدی اقل در حیاتی خود بخت خود را میسنجیم که تو چی اندازه خوشبختیم. نه تنها در لاتریا بلکه در حیاتی هر روزه ما. این کاملا موافق خواهد بود. بشوبه شما دوستان خود را با آسانی در مناپولیا گذاشتهید یا تصادفاً در کوچه پولی کلون پیدا کردهید. و بعضی آدمان بختی بلند دارند که به شما امکان میدهند که خطری مرگوار را پیشگیری کنید. در این ویدیو ما برای شما حالتهای غیر قابل تصور را جمع آوردیم که پس از آن شما واقعاً به معجزه باور میکنید. رفتیم. اگر شما از نداشتن موی سر و ریش آزرده گشتید، اگر شما خراب هستید و میخواهید فربه شوید و یا فربه هستید میخواهید خراب گردید، اگر شما خونکی دارید و در جایگاه رنج میبرید و میخواهید مردانگی خود را با قوت کنید، پس به شرکت ازیا مارکت زنگ زنید و داروهای گیاهی طبیعی را دسترس نمایید. سلامتی شما بایگری ماست. رقم ها در روی اکران. تعمیرگر سیم های برق، آیا در خاطر دارد که چگونه در فیلم ایندیانا جونز از دکان با هلستونش چی نشان داده بود؟ این بچه تصمیم گرفت که آن را نیز سنجد، اما به نظر میرسد که چیزی را خطا کرده است. این هیله او واقعا هم خیلی تماشابا به نظر میرسد و آدم را هیجان زده میکند. زمین در زیر پایش به معنای اصلیش آتش گرفت. حادثه با کارمندی خدمات کمونالی در ایالت نیوجرسی رخ داد که بر اثر طوفان شدید در خطهای برقی و ترانسفورماترهای این شهر از کار برآمدند. حل مشکلات به قهرمان امروزه ما یعنی به همین آدم وابسته کرده شد. چطور که شما مشاهده کردید، وقتی که سیم با اسفالت تر تماس گرفت، واقعا زمیکای کوتاه به عمل آمد و با توفایل کاستیوم محافظتی سیم در دست همین بچه ترکید و تنها کمی ترسید و خلاص، دیگر یگان ضرر جسمانی ندید. هرچند اکنون او باید عاقبت های آن را برطرف کند از این آتش خود. دوستان عزیز، اگر در جای او شما می بوده چی را حس میکردید و از زندگی امید میکردید یا اینکه نه، در کامنت ها بنویسید و ما رولیک را ادامه میدهیم. ناگهان افتادن درون. اگر شما بار سنوبور یا لیژارونی کوهی کرده باشید، پس شما احتمالاً میدونید که از کوه فرامدن در نشبی کوه مانعهای خیلی خطرناک است. شما میتوانید در یک ثانیه جراحتهای گوناگونی وزنینی جسمانی گیرید، خصوصاً وقتی که سخن در باره لیژارونی کسبی میرود. گرچند که کسی به این ورزشگر هشدار نداده بود که در قطار خطرهای دیگر یک درون میتواند بر سرش ناگهان افتد. ببینید که ماشینی 5 کیلوه به جای افتاد که لیژارونی آستریایی چند ثانیه پیش گذشته بود. طوری که معلوم شد اپراتوری درون علاقه را با او گم کرد و او مثل سنگ به زمین افتاد. خود همان روز پس از این حادثه ماموریت تصمیم گرفت که پرواز هواپیماهای بسرنشین را یعنی درون ها را در خطسیر این میدان لیژارونی محدود کند. واقعا در این مسابقه برای جام جهان او جایزه به دست آورد. کی میداند که شاید این دیدن برخورد درون با زمین برای این ورزشگر انگیزه ایلاوگی شد. بسیار ورزشگران برای به مرحله رسیدن کارهای عجایب و فراموش نشونده را انجام می دهند تا غلبه هایشان را فراموش نشونده سازند. بعضی آنها رقص های پیروزی را اجرا می کنند و بعضی دیگر هنرهای هنرمندانه خود را اجرا می کنند و تمام نمایش ها را به ترتیب می دارند. تنها کانور مگرگور یا اوسین بولت را به یاد آورید، خودتون می فهمید که ما درباره چی سخن کرده ایستادیم. اما این موتورسیکلتران جوان تصمیم گرفت که باز هم پیش رود و بالاخره با زانوی نشسته برسد. البته این روندن اپیکی پس از گردش ناموفق تصادفاً رخ داد. سوار نیکلاس در هنگام روندن توازن خود را قریب که از دست می‌داد، اما بچه خود را گم نکرده چنبرک موتورسیکل را سخت داشته با سرعت بلند راه را ادامه داد. بعدتر در مصاحبه نیکلاس اقرار کرد که درباره فینیش تماما فکر نمی‌کرد، اما اگر وای دوچرخه را اداره‌اش را از دست می‌داد، پس او یقین با دیوارهای غاوس برمی‌خورد که این به ضرر او می‌انجامید. البته بنابر این حادثه نیکلاس موقع خود را در مسابقه از دست داد، اما با این نگاه نکرده برای مخلصان خود در پایگاه موتورسیکل رانی وای با کمیری حقیقی تبدیل یافت. درختان خطرناک. با من روزقالونه بگوید که شما نیز هنگام شمال سخت به درختان با ترس و حراس می نگرید. بله، اکثر بزرگ جوسه ها سخت و با قوت به نظر می رسند، اما بعضن وقت حتی آنها نمی توانند با هوای نامساعد بحث کنند. قهرمانان ویدیوی نوبتی ما را به نهایت خوب در این کادرها کاملا میفهمند. شما میبینید که چگونه یکی از درختان مستقیما به سر راه افتیدن میگیرد. خوشبختی راننده ماشین بارکش در آن بود که درختی که میافتید پیش راهش را خطهای برقی میگیرد و همگی چند متر از کابین ماشین او میایستد. صاحبان این ماشین ها را نیز خوشبخت گفتن ممکن است. این عکس ها نشان میدهد که
танҳо шакли ғайриоддии дарахтон аз садамаҳои нақлиётӣ бо дарахтон наҷот додааст. Чунин менамояд ки гӯё ин мошинҳо як навъи майдони қувваи махсус доранд. Боварӣ доранд ки пас аз чунин ҳодиса бинандагони ронандаи мо ҷойҳои таваққуфро бо диққат интихоб мекунанд. Ҳамин тавр не, агар дар фикри ман рӯзи бошед, дар комментар фикрҳои худро бинависед. Ба мо бошад, роликро идома медиҳем. Давидан дар баландӣ бидуни суғурта, яъне страховка. Ман кафолат медиҳам, ҳатто агар шумо аз баландӣ натарсед, акнун шумо шокӣ хоҳед гашт. Ин сайёҳи чинӣ тасмим гирифт, ки худро дар як ҷозибаи чархзананда бисанҷад. Купруки Хазанда дар баландии 152 метр аз замин ва масофаи байни чӯбҳои он ки ҷойгир буд, ба 1 метр мерасад. این بچه با آسانی از بالای کپروکی چوبی لغزنده میگذرد. اما در نهایت او پای میبرد که این همه وقت او به سوگورته بوده است. هنگام جهش آخرین سیم سوگورتوی او از کمربند بخطری او جدا میشود. ویدیو بزودی در شبکه های اجتماعی پن شد و بحث های زیاده را ببار آورد. اکثر ساکنان محلی صاحبان باغ تفریحاتی را به خنک نظری نسبت به حیات انسان عیبدار کردند. صاحبان این پارک باور کنندند که آنها ویدیو استحصالی را ثبت کردند، یعنی همهش منتج بود. اما پس از تفتیشات رسمی معلوم شد که سیاه واقعا حیات خود را با سیستم خطای بخطری در خطر گذاشته بوده است. برای اجرای این هیله این بچه میتواند نه تنها پول خود را برگرداند، بلکه پرداخت های جدی الوگی نیز طلب کند. حدی اقل حالا راه به دنیای کسکدیارها برایش باز است. خرس و لیژارون. احتمال شما میدونید که خرس ها میتوانند با سرعت تا 50 کیلومتر ساعت بدوند. از احتمال دور است که کسی میخواهد این معلومات را در عمل تطبیق کند، اما یک نفر از رومینیا این کار را کرده توانست. وی آرومونا به نشبی دوست داشته اش سواره در لیژه خود شد که ناگهان خرس از جنگل برآمده با تعقیب سیاه سر کرد. صرف نظر از آن که خرس لیژه در پایهایش نداشت، به هیچ وجه از سرعت آدم کم نبود و برعکس تدریجا به او نزدیکتر و نزدیکتر شدن میگرفت. آنگاه یک چوبی خورد در پیش راه این آدم میتواند مرگوار شود، اما به نظر چنین میرسد که در این روز بخت در طرفی آدم بود. لیژاتوس درک کرد که نشیبی به قریبی به آخر میرسد و یگانه قراری درست را قبول کرد. او جزدان خود را در کوه گذاشت تا حیوان از ترکیب او دست کشد و به گفتی شاهدان این حادثه با جنگلبان ها میسر نشده است که خرس را دارند و خرس پیشکی به جنگل گریخته است. معلوم میشود که برای اجرا کردن خطرناکترین هیله های لیژارونی با مشکلترین راه های کوهی رفتن شرط نیست. مؤلف این ویدیو خوشبختر بود. به شما حتی کودکان میدونند که از چراغک راه هنگامی چراغک سرخ گذشتن ممکن نیست، اما بعضی رانندگان یک روانه این قاعده ها را نادیده میگیرند. حالا ما با شما نشان میدهیم که حتی مادر طبیعت میتواند وظیفه تربیه چنین ویران کننده ها را بر عهده گیرد. در اینجا یک ماشین با ویدیو رگستراتور در نزد چراغک روشن دهنده زرد و به معنای اصلی اش که یک ثانیه پیش از فروزان شدن سرخ می ایستد و زمین در همین وقت جریان آب را پیش میکند و مانع حقیقی را در سر راه پیدا میکند. راننده ماشین دوم که هنگام چراغک سرخ ایستادنی نبود فورا جزا گرفت، اما اگر مؤلف ویدیو کمی دیرتر سرعتش را سوس میکرد و نمی ایستاد، او نیز قربانی این ولکان شهری میشد. عموماً این باز یک سبب دیگری رعایت کردن قاعده های حرکت در راه می باشد. در راه شما یگان بار آدم آرام دنیا را دیدید؟ اگر نه، پس به این بچه نگاه کنید. وای تراکتور ماشین و موتورسیکل را با دقیقه یک ثانیه معین کرد. از این فهمیده می شود که او در همه حالت واقعا آرام است. چون این شخص برای بازینگران پوکر نمونه خوب شده می تواند. شاید قهرمان ما یگان سری بخت را می داند. و شاید چنین وضع برای او تنها یک کاری هر روزه است. حدی اقل دوستانش از بخت او در حیرت نموندند. دوستان شما چه فکر دارید؟ چرا دوستانش حیران نشدند و عکس عمل نشان ندادند و گویا که هیچ کاری نشده بود و همه از پای کاری خود بودند؟ فکرهای شما را در کامنتاری انتظاریم. نجات ماشین. احتمال شما میدونید که یافتن جای موفقی توقفگاه در یگان شهری کلان تا چی اندازه دشوار است. یا جایهای رایگان نخواهد بود یا ماشین هایی که شما گذاشته اید حتما گذرگاهی کسی رو میبندد. از این رو یک سیاهی بتاله از کانادا که با تماشای زیبای استانبول آمده است و تصمیم گرفته است که ماشین اجاره شده اش رو در کنار ساحل گذارد. احتمال او و آیله اش به قصر زیبا اکسکورسیا یعنی تماشا آمده اند که ماشین رو به ترمز دستی گذاشتن فراموش کرده اند. ماشین باشد تصمیم گرفت که انتظار صاحبش نشود و به آب خنک بحر بسفور غرق شود.
قسمت در لحظه های آخرین ماشین افتاده شده استاده را اطرافیان پای بردند. فقط ببینید که چگونه آنها سعی کردند تا ماشین به آب نافتد. این به شبهه یک حالت براری بی‌بهاست. همگی یک چند ثانیه دیگر و ماشین الکی در بحر غرق میشد. درباره واکنش سیاحان برگشته شهر دادن لازم نیست. تنها با چهره گونگی شوکی شده آنها نظر کردن کافی است و میفهمید که آنها چی حسی دارند در این لحظه ها. دفعه دیگر آنها به شبهه درباره آن فکر میکنند که هنگام سفر چی چیزی را اجاره گرفتن بهتر است، ماشین و یا اینکه کشتی. دوستان عزیز، در همین جا ویدیو رولی که امروزه ما به آخر میرسد. اگر به شما پسند آمده باشد در کامنت را بنویسید، لایک گذارید، در کانال نکاتوب آبونه شده زنگ را پخش نمایید. تا ویدیو آینده در پناه خدا باشید. خیر.